بازگشایی مسیرهای ترانزیتی عراق با تصویب دولت عراق و اعلام هیئت گذرگاه‌های مرزی این کشور، 5 مرز این کشور برای ورود و خروج کامیون‌های ترانزیتی فعال شده و این 5 مرز، 2 مرزش مربوط به ایران میشه، مرز مهران و مرز خسروی و 3 مرز دیگه به عربستان و سوریه و اردن مربوط میشه. تا پیش از این عراق به دلیل که عضو کنوانسیون تیر نبوده امکان ترانزیت کامیون را نداشته، اما سفیر ایران در عراق هم گفته موضوع لغو روابط بین ایران و عراق تر شده و با تصویب آن در ایران محقق خواهد شد. امیدواریم که همینطور باشه، چرا که ایشون گفته طرف عراقی هم آمادگی اجرای این مهم رو داره. اما آقای محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت گفته FATF رو باید تا رفع تحریم‌های آمریکا معلق نگه داریم. ایشون دلایلی هم برای این کارشون آوردن، اما چرا ایشون وارد مقوله شدن و رئیس کل بانک مرکزی وارد مقوله نشده معلوم نیست چرا. مرغ و تخم مرغ هم همچنان موضوع روز هست و تخم مرغ اینطوری که خبرش رسیده در شهرهای جنوبی کاملا کمیابه و قیمتش که باید 14000 تومان باشه تا 36000 تومان هم فروخته میشه در هر کیلو. قیمت مرغ هم به همچنین مجددا قیمتش خیز برداشته و باید قیمت تعیین شده 16500 تومان باشه، اما این قیمت هم رعایت نمیشه و از مرز 30000 تومان هم تجاوز کرده. اما نمیدونیم که چرا در این رابطه باشگاه خبرنگاران یک خبر مخابره کرده، به یه مقدار این خبر مشکوکه. در واقع خبر اینه که یک مطالعه جدید نشان میدهد که خوردن فقط 3 عدد تخم مرغ در هفته میتواند خطر مرگ را در جوانان افزایش دهد. عجیبه، واقعا چنین چیزی تا حالا نشنیده بودیم. شاید این موضوع موجب بشه که مصرف تخم مرغ بیاد پایین و یا صبحانه‌های انگلیسی که نگاه کنیم 7-8 تا تخم مرغ با بیکن دارن صبحانه صرف میکنن، حتما به فکر سلامتی خودشون نیستند. اما رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تربار هم خبر داده که نگران نباشیم که موز و خیار که قیمتشون گران شده بالا هست هفته آینده ارزان میشه، که امیدواریم همینطور باشه که ایشون اشاره کردن. برای گرفتن مجوزهای شغلی در ایران باید از هفخان رستم گذشت. به خاطر همین مجوزها قیمتهایی پیدا کردن. یک مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری رو تا 80 میلیون تومان خرید و فروش میکنن، یک مجوز سایت فروشگاهی رو تا 140 میلیون تومان و یک مجوز داروخانه رو تا 2.9 میلیارد تومان خرید و فروش میکنن. اگر این هفخان نباشه برای صدور مجوز، این همه استفاده نمیشه از رانت برای گرفتن مجوز و این همه سختگیری هم نمیشه اونایی که خواستار مجوز هستن واقعا برای کسب و کار. آمریکا 10 میلیون دلار بنزین ایران رو که از دو کشتی، از یک کشتی مصادره کرده بوده فروخته و پولش رو هم داده به بنیاد قربانیان تروریسم در آمریکا. یک کشتی دیگری هم چند روز پیش اونا مصادره کردن که حتما بنزینای اون رو میفروشن و پولش رو برمیدارن خرج این اون میکنن و پس نمیدن به ایران. قیمت تراکتور هم که برای کشاورزان از ضروریات هست، قیمت رسمیش رو سازمان حمایت 230 میلیون تومان تعیین کرده، اما در بازار آزاد 330 تا 450 میلیون تومان خرید و فروش میشه. و در ایران اتفاقات جالبی هم میفته. تنیس مردان رو یک زن داوری کرده. خانم الهه ربیعی دیدار تیم‌های آکادمی تنیس هرمزگان و توسعه امین داور رو در کیش داوری کرده. یک خانم داور بازی تنیس مردان شده. یک فرد هم خبر رسیده سر صفحه به دست من که مدعی بود امام زمان هست، در لارستان و استان فارس بازداشت شده و شاید بازداشت شده و او رو به زندان
فرستادن. ما شاهد این گونه ادعاها در طول تاریخ بودیم و هستیم، نه فقط در ایران، در همه جا. در سال 82 خودم شاهد بودم که یک نفر ادعای پیغمبری کرده بود، اما در سلول انفرادی زندان از او نگهداری میکردن، و یک نفرم ادعای امام زمانی کرده بود، در زندانهای سیاسی از او نگهداری میکردن. اینها نیاز به این دارن که به درمانگاه منتقل بشن، به بیمارستان منتقل بشن، که متاسفانه بازداشت میشن، اون روادر زندان میشن. اما چند خبر تقریبا هنری هم خوب و بد سر صفحه به دست من رسیده. یکی از برجسته ترین هنرمندان موسیقی جاز جهان که 23 بار برنده جایزه گرمی شده و با ساختار شکنی خلاقانه خودش از پیشگامان موسیقی فیوژن بوده، یعنی چیک کوریا، نوازنده پیانو و آهنگساز آمریکایی، در سن 79 سالگی سرطان گرفت و مرد، درگذشت این هنرمند. اما در عوض گروس عبدالملکیان با مجموعه شعر تکیه دادن به دیر وقت به جمع 5 نامزد نهایی جایزه قلم آمریکا راه پیدا کرده. جایزه قلم آمریکا از معتبرترین جوایز ادبی آمریکا است. و علیرضا نوری هم از اعضای کانون نویسندگان ایران دیروز در همدان دستگیر شد و زندانی شد. و یک زندانی دیگر، مهرداد تالشی، در بازداشتگاه نیروی انتظامی جان داد، درگذشته. پلیس هم هر گونه ضرب و شتم رو تکذیب کرده. معلوم نیست این جوان چرا در بازداشتگاه فوت کرده. اما امروز 24 بهمن هست. من خوب به خاطر دارم که 54 سال پیش، یعنی سال 1345، خبر رسید که در یک تصادف مرگبار فروخ خانم فرخزاد، فروخ بانوی فرخزاد، شاعر ارزنده و بزرگ معاصر ایران، کشته شد در این تصادف. مراسم خاکسپاری او در گورستان ظهیرالدوله، فیلمش سر صفحه به دست من رسیده. از این زنده یادی کردیم در روز 24 بهمن. و اما یک قطعنامه از سوی 113 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در حمایت از خواسته های دموکراتیک مردم ایران صادر شده. در این قطعنامه جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم دولتی محکوم کردند. و سه کشور اروپایی یک بیانیه دادن و مدعی شدن در این بیانیهشون که ایران با نقض برجام دیپلماسی را به مخاطره انداخته. و جویش کارونیکل، نشریه انگلیسی، مدعی شده که 20 نفر از ایران و اسرائیل در ترور محسن فخری‌زادگان مشارکت داشتند و گفته است که عوامل ترور 8 ماه فخری‌زاده را زیر نظر داشتند و اینقدر به او نزدیک شده بودند که بوی ادکلن او را هم میتونستند استشمام بکنند. و اما آقای علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، دیروز گفت باید با آمریکا قدم به قدم همراه شویم. گفته های درست آقای علی مطهری ما رو توجه ما رو جلب کرده به یادداشت آقای احمد هاشمی. آیا احمد هاشمی در یادداشت درباره هاشمی رفسنجانی نوشته پس از پایان جنگ هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشته که سپاه و ارتش باید در هم ادغام شوند، اما آیت الله خامنه ای حوزه فعالیت سپاه را گسترش میدهد و سپاه قدس را تأسیس میکند. هاشمی موافق حضور منطقه‌ای ایران نبوده است. او پس از پایان جنگ به دنبال عادی سازی رابطه کشور با آمریکا بوده که در جلسه‌ای با مخالفت سرسختانه رهبر وقت مواجه می‌شود. در پایان این جلسه هاشمی تبعات اقتصادی این روند را گوشزد می‌کند و می‌پرسد چه کسی پاسخگوی رنج مردمان در پیشگاه خداوند خواهد بود. آقای احمد هاشمی در یادداشتش در
قسمت پایانیش اشاره میکنه اگر هاشمی رفسنجانی معتقد بود رابطه ایران با دنیا باید عادی شود و الا روزگار مردم این مملکت سالها بعد که همین روزهاست چنین تیره خواهد شد، حق نداشته کوتاه بیاید.